توی این ویدیو چالش هایی که شما بهم دادین رو انجام میدم. پس رفتم روی میز نشستم، استوری گذاشتم و کلی چالش پیاس دادین. به نظرتون چند تا از این چالش هایی که بهم گفتین رو میتونم انجام بدم؟ سلام و درود خدمت شما. همین الان من یه استوری گذاشتم و ازتون خواستم توی این استوری که دارین میبینید نفر یه چالش بگین که همین الان توی PS2 انجام بدم و کلی چالش دارین میگین. اول نفر آقای پویا 186 گفته با دروازه‌بان پاس گل بده. چاچ نگفت به من چه دروازه‌بانی، تقصیر خودش. از اونجایی که میدونستم مانوئل نویر دروازه‌بان خیلی هجومیه، رفتم مانوئل نویر رو از باگمون رو گرفتم و خودمو مانوئل نویر کردم. خیلی خوب دوستان، اینطوری که مشاهده میکنید مهدی خان تبدیل شده به مانوئل نویر افسانه‌ای و الان میخواد پاس بگیره و بره پاس گلشو بدون این چالش رو مثل آب خوردن انجام بده. یه پاس گل زیبا به سمت جلو مانوئل نویر. اصلا نویر میرسه، نویر داره میره سمت جلو. یه دبل تاچ، یه دبل شات. آها نه اون چیز دیگه. بده من خواهش می‌کنم. برو گلش کن. گلش کن. تمام میکنه چالش تمام میشه واسه نویر. مانی نوشته 50 تا روپایی وجود از دایره وسط زمین که گل بشه. داش اینه که تو نوشتی ما از وسط زمین بخوایم گل بزنیم 3 ساعت طول میکشه. چه برسه 50 تا روپایی. خدای ماورایی فکر میکنین ها. مثلا یکی نوشته آقا قهرمانی پرسپولیس و مهاجمی علی دایی ابوالفضلات خودم 86 گفته زدن تیر بالا از روی نقطه پنالتی. چالش نیست اینا واسه ما. آره چالش میخوایم انجام بدیم. ببینیم که چالش این دوست عزیزمون میتونیم انجام بدیم در چند مرحله. ضربه اول کی گفته بود این چالشو؟ ابوالفضل گفته بود این چالش. بابا این تیره که 20 ها بالاتر نمیره دیگه. نگاه کن بدن دیگه انصافا مسیون تمام میکنه. چالش با موفقیت به اسم میرسه. چیه این چالش چیزی ما دادی؟ با یکی از درچین دفاع‌ها به قوی ترین گلر پیس کاشته بزن. reza.underline.mt اینو میگه. ضعیف ترین دفاع کیه؟ ضعیف ترین دفاعی که اوورالش 40 باشه. آقا من این کارو نمیکنم. من میام یه نفر اوورالش میکنم 40. از اونجایی که ضعیف ترین دفاعی پیس رو نمیشناختم، رفتم توی ادیت بازی و همه ابیلیتی های رضایانو کاملا صفر کردم. رفتم توی تمرین و رضایانو مقابل کورتوی اوورال 90 قرار دادم. روس فرستار استار زدم. خیلی خوب دوستان، مشاهده می‌کنید که رامین رضاییان با اوورال 40 جلوی کورتوی اوورال 90 قرار گرفته. ببینید که ضربه کاشته اولش کجا میزنه این بازیکن؟ بد نمیزنه. ببین گلش کردم. خیلی بد میزنه. من که گلش میکنم آقای رضا خان. جان جدت این گل بشه. چالش رضا بسیار داره اذیت میکنه. توی دروازه بالاخره راز میکنه. باش چالش رضا با موفقیت به اتمام رسید. امیر سیار 7.13.898 گفته از کورنر با بیرون پا گل بزن. من درتون میشه یا نمیشه؟ اینجا یه چند دقیقه فکر کردم کتاب ببینم کدوم بازیکن بیرون پای بهتری داره و مهارتشو داره. اینکه میخوام که اوتساید کرلر داشته باشه و کرل خوبی داشته باشه. مسی قابلیتو داره؟ مسی داره یا نداره؟ مسی نداره قابلیتشو. ولی دیبالا داشت. مطمئنم دیبالا داشتش. داداش اوتساید کرلر آرتور ملو الان کجاست؟ این داره فکر کنم ضربه بیرون پا آرتور ملو آوردمش تو. این آرتور ملو که مشاهده میکنید بالا سمت راست با پای راستش بیرون پا بزنه بره تو گل، اما این چیز منطقی نیست دوستان. اصلا وایسا این دوربین لامصب من درست کنم. گلش زرد درش تو گل بودش. ضربه ببین نکن زرد در گله به خدا گله بودیش. نمیدونم چجوری باید بهش گل بزنم. ضرباتمون اصلا قدرت نداره. بابا این چی کیه این کاره داره میزنه؟ بیا برو بابا کار نمیکنم. برو بکنم نمیتونم اینو انجام بدم واقعا. خیلی بد دارم میزنم. کات نمیگیره توپ. ببین اصلا کات نمیگیره توپه. یا علی مدد گل. خدای گل زدم. من نمیدونم دیدین یا ندیدین ولی گل شد. خوشبختانه این چالش موفقیت به تو میرسه. با بیرون پا نمیشد. با بیرون پای پیسی اینجوریه. چالش بعدی im.underline.amir999 گفته که با یک مدافع از وسط زمین گل بزن. داش چیزی نیست که در اولین حرکت گلش میکنم واسه. از اونجایی که متخان سلطان گل زدن از وسط زمین راحت میدونست که باید کدوم بازیکن انتخاب بکنه. دقیقاً تو از وسط زمین میکاریم و حالا با پاشو قرار میگیره. پس فقط کافیه که این ور تیر دوم رو هدف بگیریم با پر کنه و تمام. داری اذیت میکنی عزیز، داری اذیت میکنی امیر. چالش سختی رو به من ندادی عزیز من. این چالش رو به من ندید. چالش گل زدن از وسط زمین رو به من ندید. واسه تو افسایش میاد توسط متین خان و ضربه ناکل شده آلابا بیرون. این سگ در سگ گله. نه وقتی میگم سگ در تک نه تمام. خوشبختانه چالش شمیرم با موفقیت به پشت سر گذاشتیم. علی آقای گل کوادون تیوی به ما گفته که با نیمار دریم سرپا بزن، شوت بزن گل بشه. داداش ما که میدونم نیمار باز قهاری ولی باشه. برای این چالش بدون متن رفتیم نیمار رو توی پتسی انتخاب کردیم که بریم چالش رو انجام بدیم. دریبل سر پا بزنم. دریبل نشستم داریم. دریبل سر پا میذارم وسط. ایف نگرفت. این همون دریبل زدیم. تمومه. تمام میکنه کار. یه پاس زیبا، یک دریبل مامان دوز و ضربه خوشگل. این چالش هم موفقیت پشت سر گذاشتیم. کسرا سلیمی فر گفته کاشته با مسی زیر تاق. چشم. لیونل مسی انتخاب میشه. همین بزن. ضربه کاشتشو میزنه و ببینید که زیر تاق میشه یا نمیشه. خیر. ضربه کاشته بعدی لیونل مسی باید زیادتر بزنیم که بخوره زیر تاق. نمیخوره. بیشتر پر میکنیم این دفعه و باز هم زیر تاق نمیشه. خب من چقدر باید دیگه پر کنم این زیر تاق بزنم؟ مثلا اینقدر پر کنی میزنی؟ قوس قزحی هم میده به تو. من تصمیم گرفتم که بیشتر پر کنم. ببین دیگه خدای 70-80% این نمیخوره. این کمه. تمام گل. زیرش ها گل میزنه باشد. خوشبختانه این چالش هم با موفقیت پشت سر گذاشتیم. آقای کیارش آندرلاین بد 6709 گفته با دروازه‌بان گل بزن اگه میتونی. چشم واسات گلم میزنم با دروازه‌بان. رو حالتی سوپر استار و لژندم واسات میذارم. از اونجایی که متخوام میدونست کدوم دروازه‌بان بهتر گل میزنه، سری دروازه‌بان رو انتخاب کرد. آقا وایس الان میگه نمیدونم موناکو رو برداشتی ضعیف بود. بیا اینم PS نشونش اومده افسانه است. دوستان تو پرو نگار دارین. بیارین اینجا دوستان بریم. حالت لژند ترسی نداشته باشید دوستان. الان یه سری میان میگن که رو حالت لژند نیست ولی شما ترسی نداشته باشید. حالا نویر، مانوئل نویر توپر گرفت، راموس میزنه توپشو. حالا مانوئل نویر روی حالت لژند تکرار میشه بعد روی حالت لژند داره میدوه. نویر به نظر من داره فضولی میکنه تو کارمونا. مرسی. تگزر پاس میده، نویر خودش حرکت میکنه. یک دوی عالی اومد انجام بده جمال اسگل. حالا پاسو داد به من. و نویر که پاس میده خودش حرکت میکنه رو به داخل. میگه پاس میرسه بهش یا نه؟ روی حالت لژند گل نشود. از کنه گاو ما واقعا نفهمن. نکش بی صابو. یالی گلش بگیر دوباره از زروز. 4 تا گاو، 4 تا واقعا خر. من میرم تو تیم اونا. دوناروما صبر کنید دوستان. مرسی ممنونم از لیونل مسی. حالا دوناروما است که اینجا داره نوازش میکنه حریف رو. اول فصل بابا به پدر گول نمیخوره. بیا دارم میرم بریم جلو ببینم. بده من صافتا اومدم براتان. نکش اونجوری زیرش دیگه عزیز من. دروازه‌بان بزن. آقای کیمپمبه خواهش می‌کنم بدن جلو دیگه. من نه نگارش دار آقای نیمار. خواهشان نگارش دارین دوستان عزیز من. یا حضرت عباس بزن. مگه میشه توی دروازه همه چهره دوناروما در حالت لژند گل میزنه و موضوع رو 1-1 میکنه ماشاءالله. وای خیلی چالش سختی بود خدا وکیل. چالش بسیار سخت. این چالش هم با موفقیت پشت سر گذاشتیم. آخرین چالش دیگه خدای خیلی سخت بود چالشاتون. چالش بعدی آقای نیست که انیمه دات کینگ 13 گفته که از دروازه خودت به دروازه حریف گل بزن. خدای چالش ها اینجاست. از اونجایی که باید تقلب کنیم در این زمینه دسته دوم وارد می شود. رفتیم توی تمرین و بهترین دروازه‌بانی که فکر می‌کردم میتونه گل بزنه از اونجا رو گرفتم. بازم نویر. خیلی خوب بازی شروع می شود. ما منتظر میمونیم که تو بهمون بره و اینجا صبر میکنیم. دور رو دروازه‌بان میرسونیم. اینجا میاریم توپ رو بالا با هد میرسونیم دروازه‌بان توپ رو میگیره میاد عقب بعد میاد جلو. بابا چرا کجی میزنه این؟ بگیرش بودو نوگر سری باش. بزن تمومش کن خدا وکیلی. واش تمام میکنه کار. این چالش هم موفقیت بسیار زیاد به اتمام رسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت رو شریک از این ویدیو لذت برین. لایک و سابسکرایب کردن تو فراموش نشه که دوستان از این ویدیو دوباره بریم. اگه که این ویدیو به 1500 تا لایک برسه تا 2000 تا میریم پارت بعدی. خدا نگهدار.